سلام به همه آبیا، اس اسیا، تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبونا، به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با هم دیگه بازی استرالیا و سوریه رو بررسی کنیم، بازی که با برد استرالیا منجر به صعود کانگوروها شد. تو دور دوم مسابقات گروه دوم، اولین بازی بین استرالیا و سوریه قرار بود برگزار بشه که خب از قبلش هم میدونستیم احتمالاً سبک بازی چجوریه؟ سبک اینجوری خواهد بود که استرالیا میاد و حسابی فشار میاره و سوریه هکتور کوپر حسابی دفاع میکنه. اسمن اگر سیستم بازی رو میخواستین ببینین، استرالیا داشت 4-2-3-1 بازی میکرد، اما اون دوتا هافک که عملا داشتن وسط زمین بازی میکردن و هافک دفاعی نبودن، اون دوتا راست و چپ دفاعشون هم که کلن رو دروازه سوریه بودن و خیلی نزدیک به محوطه جریمه سوریه بازی میکردن و تو خیلی از صحنه‌های نیمه اول تمام بازیکنهای دو تیم به غیر از متو رایان دروازبان استرالیا تو نیمه سوریه بودن و حسابی داشتن به این تیم فشار میوردن، اما اولین موقعیت بازی رو سوریه‌ای ها به دست آوردن. توی ضد حمله‌ای که کردن تونستن توپ رو به تیرک دروازه استرالیا بزنن و نیمه اول موقعیت خاصی هم به استرالیا ندادن. تیم هکتور کوپر تو سوریه جوری دفاع میکنه که موقعیت هم به تیم مقابل نمیده، خیلی استثنا پیش میاد، یه جایی یه توپی از دست یکی در بره، یه فضای کوچیکی به وجود بیاد که بتونن یه شوت به سمت دروازه بزنن و بازی رو کاملا تو نیمه اول بسته بودن. اما این سبک بازی یه مشکلی که داره اینه که تو نیمه دوم که بازیکن‌ها تحلیل میره انرژیشون، امکان اشتباه و عدم تمرکز هم میره بالاتر و همین اتفاق تو نیمه دوم افتاد و دقیقه 59 جکسون اروینی که بازی قبلا برای استرالیا گل زده بود مقابل هند، یه دریبل سرپا زد و یکی از بازیکن‌های سوریه رو رد کرد و با یه لایی به دروازه‌بان سوریه بازی رو یکیچ کرد. یه حرکت انفرادی شیک که نشون داد این بازیکن یه مقداری سطحش از بقیه بازیکن‌های استرالیا بالاتره. البته بازی رو اگر نگاه می‌کردین، استرالیا اونقدر تیم جذاب و پرستاره‌ای نیست که بتونه موقعیت‌های خیلی زیادی ایجاد کنه و به قولی حرکت تیمی خوبی به سمت دروازه حریفان داشته باشه. خب دفعه قبلی که ما بازیشون رو تحلیل می‌کردم، هنوز بازی ژاپن و کره و عربستان رو ندیده بودیم. الان که ژاپن و کره و عربستان رو دیدیم، از این استرالیا خیلی بهترن. شاید استرالیا بتونه با یه سبک بازی دفاعی و بسته بازی‌ها رو نگه داره و نظر تیم مقابل گل بزنه، اما اینکه بتونه مقابل تیمای بزرگم این سبک رو اجرا بکنه به نظر من خیلی بعیده و تو بازی بعدیشون کیفیتشون بیشتر معلوم میشه. بازی استرالیا سوریه تو ورزشگاه جاسم بن حمدی برگزار میشد که 15000 تا ظرفیت داره و یه اتفاق جالبی داره میفته. تقریبا فکر میکنم یه روز در میون داره تو این ورزشگاه مسابقه انجام میشه. هم بازی کره و بحرین تو این ورزشگاه بوده، هم ازبکستان و سوریه. یعنی جالبه سوریه تو همین ورزشگاه با ازبکستان بازی کرده، 4 روز بعد دوباره با استرالیا هم توی همین ورزشگاه بازی کرده و من نمیدونم حالا این چمن رو میتونن حفظ بکنن که اینقدر پشت سر هم دارن توش بازی میذارن یا نه. بالاخره حالا حتما قطری ها به همچین قضیه فکر میکنن. داور مسابقه هم یه داور اماراتی بود که صحنه خاصی بازی نداشت و سوریه یا اصلا شبیه لبنانی و فلسطینی ها خشن بازی نمیکردن. خشن ترین تیمی که تا الان دیدیم توی فلسطین بوده که اونقدر لگد پرونی میکردن به بازیکنهای ایران. بعد از اون لبنانی ها هم یه مقداری خشن بودن، ولی سوریه یا اصلا اینطور نبودن و با یه دفاع منطقی سعی میکردن از دروازهشون حفاظت بکنن و از استرالیا گل نخورن که آخرش هم نتونستن. قبلا استرالیا و سوریه 3 بار با هم بازی کرده بودن که 2 بار استرالیا برده بود و 1 بار هم بازی مساوی شده بود و تو همین دوره قبلی با هم همگروه بودن و استرالیا تونسته بود 3-2 سوریه رو ببره، الان هم تونست 1-0 ببره. یعنی اختلاف این دو تیم خیلی زیاد نیست، مثلا فاصله ایران و هنگ کنگ نیست، سوریه تیم مثل هنگ کنگ نیست، تیم خیلی با کیفیت تریه، شاید بگیم یه تیم مثلا تو مایه عمانه. یعنی مثلا با یه اختلاف میتونه یه تیمای بزرگ ببازه و میتونه بازی خیلی بسته ای رو انجام بده. تو دور قبل، دور اول همین گروه، استرالیا 2-0 هند رو برده بود، سوریه هم با ازبکستان 0-0 کرده بود. ببین دفاعی سوریه شبیه دفاع عمان اتوبوسی نبود، یه دفاعی بود که هم منطقه‌ای بسته بودن، هم مارکینگ انجام داده بودن، همین که میتونستن انتقال بدن به خط حمله و اینجوری نبود که صرفاً دفاع بکنن. ضد حمله‌های خوبی هم می‌زدن که تو بازی با ازبکستان هم اونا یه گل زدن که داور قبول نکرد. یعنی سوریه کیفیت بالاتری نسبت به عمان داره. به نظر من سوریه قطعا از این گروه صعود میکنه. چرا؟ چون تو روز آخر استرالیا باید با ازبکستان بازی کنه و سوریه با هند. این سوریه که دیدیم
اون هندی که مقابل استرالیا دیدیم و حتما میبره، و چون سوریه میتونه هندو ببره 4 امتیازی میشه و تیم 4 امتیازی حتی اگر سوم گروه هم بشه قطعا به دور بعدی صعود میکنه، که من شانس زیادی برای سوریه قائل هستم. اما از اون طرف استرالیا خب فعلا 6 امتیازی شده، صعودش قطعیه. ازبکستان که خب احتمال 99% هندو میزنه و 4 امتیازی میشه. روز آخر بازی استرالیا و ازبکستان برای سرگروهیه، که خب اگر 6-4 برسن به هم دیگه با یه مساوی ازبکستان میتونه به راحتی دوم بشه، استرالیا سرگروه بره بالا، یا حالا استرالیا ببره، حالا ازبکستان شاید براش خیلی مهم نباشه اگر بتونه امشب هندو گلبارون کنه و حتی با باخت استرالیا بره مرحله بعدی به عنوان تیم دوم. چرا میگم ازبکستان شاید بخواد دوم بشه؟ چون سرگروه این گروه استرالیا تو دور 1/4 میخوره به سرگروه گروه عربستان و تو نیمه نهایی میخوره به ژاپن. عربستان عمانو برد، خیلی کار سختی داره که تایلند و قرقیزستان رو نبره و خب به احتمال خیلی خیلی بالا عربستان سرگروهه. بنابراین اگر سرگروه بشه استرالیا تو گروه خودش، تو 1/4 میخوره به عربستان و بعد از اون اتفاق بدتری براش میفته و تو نیمه نهایی میفته به ژاپن. من فکر نمیکنم ازبکستان بخواد این تیمو ببره و احتمال زیاد ازبکستان یه جوری تنظیم میکنه که تو گروه دوم بشه، چون دوم این گروه میخوره به دوم گروه عربستان و خب دوم گروه عربستان با توجه به سطح تیمایی که دیدیم بالاخره یا عمان یا تایلند دیگه، ازبکستان میتونه اون تیمو شکست بده و اون موقع تو 1/4 میخوره به قطر. حالا قطر و عربستان تیمای همسطحی هستند که از نظر من عربستان یه پله بهتره، هرچند قطر هم خیلی هوشمندانه بازی کرد، و بعدش تو نیمه نهایی میخورن به برنده ایران و کره که خب اینم از ژاپن آسون‌تره. بنابراین به نظر من تو این گروه تیمی که دوم بشه مسیر بهتری داره برای مراحل بعدی و فکرم میکنم که ازبکستان بتونه این مسیر رو طی بکنه. استرالیایی که ما دیدیم تو کامنت هایی که تو ویدیو قبلی هم داشتیم یه نفر گفته بود به شدت شبیه ولز بازی میکنه، منم باش موافقم، چون ببین این استرالیا با استرالیا سالهای قبل خیلی فرق داره. استرالیا سالهای قبل بازیکن سوپر استاری داشت که داشت تو لیگ برتر انگلیس جزو بازیکن اصلی می بود، مثل مثلا تیم کهیل، ولی الان اصلا همچین تیمی نیست. استرالیا بازیکن ها 4-5 تا دارن که تو لیگ برتر انگلیس بازی نمیکنن و برای همین خیلی تیم سطح بالایی نیستن که فکر کنین بتونن بیان یه تیمو حسابی بکوبن و گل بزنن به این تیم، و برای همین الان که دارن با تیمای ضعیف بازی میکنن به سختی میبینیم که دارن میبرن. هندو 2-0 بردن سوریه رو 1-0. فکر نمیکنم این استرالیا بتونه ازبکستان رو ببره، ولی خب احتمال زیاد میتونه سرگروه بشه اگر ازبکستانیا نخوان، که منم فکر میکنم نمیخوان، و به مرحله بعدی میره. اونجا احتمالا به عربستان میبازه، یعنی من فکر میکنم روندی که داره پیش میره شاید نیمه نهایی عربستان ژاپن اینور اتفاق بیفته. نظر شما چیه؟ با نظر من موافقین یا نه؟ فکر میکنین اصلا اتفاقات دیگه ای قراره بیفته؟ خیلی دوست دارم نظر شما رو تو کامنت ها بخونم، به خاطر اینکه نظرات شما کاملا توی کارشناسی که در آینده هر کانال هر ویدیو میکنم تأثیر داره. من با نظرات شما خودم رو آپدیت میکنم.